مشبر خبرها، مسئولان وزارت امور خارجه امارات اسلامی میگویند که کشورهای منطقه عوامل ناامنی را در کشورهایشان جستجو نمایند. شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، میگوید امارات اسلامی خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای همسایه و منطقه است. وی گفت که کشورهای همسایه به جای پرداختن مشکلاتشان در خاک افغانستان، باید عوامل مشکلاتشان را در داخل کشورهایشان جستجو نمایند. کاروان وطن‌سازان از دومین سال روز تحول سیاسی و روی کار آمدن نظام طالبان به قدرت تجلیل کردند. شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، طی سخنانی در این برنامه گفت که وظیفه دولت است که از سرحدات کشور حفاظت کنند و مشکلاتشان را پیدا نمایند. وی به شایسته سالار اشاره کرد و گفت که کار باید به اهل کار سپرده شود. هیچ وقت یک افغان سبب عمل تروریستی در کشورهای دیگری نگردیده. بنابراین ما میخواهیم با کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و کشورهای جهان در یک فضای مسالمت آمیز زندگی بکنیم. مشاکلی که در دیگر کشورها است باید دلایل از اون و منابع از اون در خود کشور خود جستجو بکنند. همچنان استانگزی به اهمیت دانش بر اساس دستورات دینی اشاره کرد و گفت که هیچ ملت و کشوری بدون کسب علم پیشرفت نمی کند. این مقام امارت اسلامی خواستار بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزشی بر روی دختران شد. این حق برشان خدا و رسول داده برشان، حق طبیعی شان است. علی بر هر حکومت اسلامی لازم است تا زمینه علم بر روی تمام برادرها و خواهرها آزاد بسازه و خلاص بسازه. از سوی هم برگزار کنندگان این برنامه از جوانان و شهروندان کشور خواست که اتفاق و اتحادشان را حفظ کرده و در پیشرفت کشور نقش بازی کنند. از جوانان خود، از استادای پهنتون، از معسلین، از خواهران و برادران توقع ما چی است؟ توقع ما ایست که دیگر سر بیگانه ها حساب نکنید. خبردار که بیگانه است. گفتنی است که بعد از تغییر نظام و همچنان با روی کار آمدن نظام امارت اسلامی در افغانستان، مراکز آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم به حالت تعلیق آمده، اما دانشجویان و بعض از مقامات امارت اسلامی همواره خواستار بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزشی برای دختران شده است. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.